درود میگم به همه فارسی زبانان عزیز در سراسر گیتی که بیننده برنامه جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا که در این برنامه هم با ما همراه هستند. درود به شما بانو آرتمیس، خیلی خوش اومد. سپاسگزارم بانو رستمی گرامی، درود بر شما، درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی، چه کسانی که اکنون این برنامه رو میبینن، چه کسانی که بعداً این برنامه رو خواهند دید و امیدوارم که در این جستار مهم امروز هم بتونیم یک نقشی در روشنگری هم‌میهنان و زنان ایرانی درون و بیرون کشور داشته باشیم. حتما همینطور خواهد بود. جستار این هفته در مورد انقلاب سفید شاهنشاه آریامهر و تأثیرات شگرف آن در جامعه ایران هستش. سپاسگزار میشم اگر بابا باشید در این. سپاس از شما بانو. بله، این انقلاب سفید رو ممکنه خیلی از دوستان، خیلی از بینندگان و شنوندگان در موردش شنیده باشن و بدونن که چه اتفاقاتی به طور کلی در اون انقلاب افتاد. نخستین موردی که خیلی اهمیت داشت در مورد انقلاب شاه و مردم این بود که این تصمیم رو شاهنشاه آریامهر خیلی خیلی نزدیک یک دهه و اندی جلوتر از سال 1341 که این منشور ششگانه انقلاب شاه و ملت به رفراندوم گذاشته شد آغاز کرده بودند. یعنی ایده در واقع تغییرات بسیار مهم و توسعه همه جانبه ایران از دهه 20 در ذهن شاهنشاه آریامهر آمد و از کجا هم به ذهنشون اومد؟ برای اینکه دیدن که در ایران 50% خاک کشاورزی این کشور، اصلا 50% زمین‌های ایران به اون بزرگی در دست زمینداران بزرگ، فئودال‌های بزرگ و اربابانی است که هر کدوم ممکنه 10-20-30 پارچه آبادی داشته باشن و اینا نه فقط زمین‌های کشاورزی که مراتع کشور، که جنگل‌ها، که منابع ملی کشور رو در انحصار گرفته بودن. 20% دیگه این اراضی هم، یعنی علاوه بر اون 50%، 20%ش هم در دست روحانیت و آخوندها بود. چرا؟ برای که تحت عنوان موقوفات، تحت عنوان نمیدونم خمس و زکات های ملت، اینها گرفته شده بود از مردم و زیر چنگال روحانیت بود. و از 30% باقی مانده کل اراضی این مملکت، 20%ش که جزء املاک سلطنتی بود، که املاک سلطنتی مستقیما مال خود رضا شاه یا محمد رضا شاه نبود، اموالی بود که متعلق بود به سلطنت قاجار و پس از اینکه خب قاجاری از اینجا رفته بودن، اون املاک سلطنتی آمده بود، منتقل شده بود به املاک سلطنتی زیر پوشش به اصطلاح شاهنشاهی محمد رضا شاه و رضا شاه که اینا مونده بود. و فقط 10% املاک این کشور به این بزرگی در دست کشاورزان بود یا جز منابع ملی بود که کسی روش دست نذاشته بود. از این رو محمد رضا شاه فکر کردن که خب من اگر بخوام این کشور رو توسعه بدم، تا موقعی که خاک این کشور زیر دست زمینداران هست، اماکن رو گرفتن، نمیدونم مراتع رو گرفتن، جنگل ها رو گرفتن، زمین های کشاورزی رو گرفتن، خب همه اینا زیر اینا کل منابع بود، منابع مس بود، روی بود، نمیدونم چیزهای مختلف بود و خب اینا امکان توسعه کشور رو وقت نمیدادن، چون گفتن آقا زمین ما حق نداریم بیاین توش، یا مثلا اجازه نمیدادن یا کارشکنی های مختلف میکردن. همین گونه بود منابع آب کشور، یعنی همه این مالکین اعظمی که در کشور این همه 50% ایران تو دستشون بود، منابع آبی، قنات ها، رود ها، رودخونه ها، دریاچه ها، برکه ها، تمام اینایی هم که تو زمین ها و ملکاشون بود مال اینا بود. یعنی عملا مردم این مملکت اصلا چیزی نداشتن، دولتش هم دیگه چیزی نداشت. از این رو شاهنشاه آریامهر در سال 1328 و آغاز کردن به این که من از اموال سلطنتی شروع میکنم، املاک سلطنتی رو شروع میکنیم و تقسیم میکنیم بین برزگران و کشاورزان و از سال 1129 این کار رو انجام دادن، یعنی شروع کردن به این که فرمان شاهنشاه آمد که این زمین های سلطنتی شروع کنه به تقسیم.
مخالفین اولیه این امر شما فکر نمی کنید کی هست؟ اولین مخالف این امر خود محمد مصدق که خودش از بزرگترین فئودال‌های ایران بود و در زمان نخست وزیریش با پشتیبانی جبهه ملی و حزب توده مبارزه و مخالفت علیه این تقسیم اراضی سلطنتی رو آغاز کرد. حالا شما فکر کنید شاه میگن میبخشه، شیخ علی خان نمیبخشه. شاه داشت اموال سلطنتی رو پخش میکرد بین کشاورزان که سیستم در واقع ارباب رعیتی رو از میان ببره و اجازه بده که این زمین‌های کشاورزی بشه مال ملت، کشاورزان خودشون با جون و دل بتونن رو اینا کار کنن و اصلا رشد و اقتصاد و نمیدونم توسعه کشور بتونه انجام شه. ولی اولین مخالفانش خود ملی مذهبی ها و توده‌ای ها بودن که به سرکردگی محمد مصدق و اومد شروع که به کار به اصطلاح چوب گذاشتن لای چرخ به اصطلاح شاهنشاه و روحانیت رو شروع که به شوروندن و که آقا نه این زمین های شما رو هم فردا میگیره و بیاین و بیافتین و مبارزه کنین. و خلاصه این برنامه موجب شد که شاهنشاه دیدن که خب این اگر قانون پشتش نباشه و اگر اینو نتونن به اصطلاح به تصویب دولتی برسونن و به حالت رفراندوم اینو رسمیش نکنن، این ملی مذهبی ها حالا بالاخره زمیندارای بزرگ و روحانیون دست از سرشون بر نمیدارن. از همین روی هم آمدن و به صورت 6 اصل این انقلاب شاه و ملت رو نوشتن و در تاریخ 6 بهمن 41 اینو گذاشتن به رفراندوم. حالا اون موقع ایران جمعیتش 22 میلیون بود. از 22 میلیون اون موقع هنوز 10% نصف مردم ایران هم که حق رأی نداشتن، یعنی 10 میلیون مثلا 11 میلیون مرد بود. از این مقدار خب یه عده بچه بودن و اینا که نمیشد. 5.5 میلیون باورتون نمیشه، یعنی از 10 میلیون مردی که تو ایران حق رأی داشت که 5 میلیون شاید 7 میلیونش فقط واجد شرایط رأی دهی بود و بالای سن 18 بود و اینا مجرم نبودن و نمیدونم خرابکار نبودن و مشکل اخلاقی و نمیدونم این چیزام نداشتن که بتونن قاعدتا در انقلاب در انتخاباتی شرکت بکنن، 5.5 میلیون آدم شرکت کردن و برای نخستین بار ایرانیان در این همه پرسی اومدن رأی مثبت دادن. بیشتر از 5.5 میلیون رأی از صندوق‌ها در اومد که انقلاب ششگانه، منشور ششگانه انقلاب شاه و ملت رو تایید کردن. این عمل بسیار مهم چه تأثیراتی داشت؟ این امر موجب شد که یک سری، یعنی اول این منشور 6 اصل داشت، بعدن به اون 6 اصل دیگه هم اضافه شد و یه سری تبصره‌های فرعی دیگه و به 19 اصل رسید. بعد حالا در اینجا در واقع مردمی که میگفتن در دوران حکومت پهلوی اصلا چیز تحت عنوان دموکراسی وجود نداشت و حقوق مردم رعایت نمیشد، اینا محمد رضا شاه نشون دادن یکی از بزرگترین کسانی بودن که حقوق بشر رو رعایت کردن در ایران و بر پایه قانون اساسی مشروطه و با رفراندومی که مردم ایران تاییدش کردن آمدن و این انقلاب رو در سراسر ایران تونستن اجرا بکنن و تایید بکنن، تایید شاید مردم بگیرن و انجام بدن. حالا ببینید جان، اصل 5 قانون اساس انقلاب سفید بود که حق رأی به زنان داده شد. بله درسته؟ دقیقاً همینطوره و همینطوری که میگین. و یک نکته خیلی مهمی که در این امر وجود داشت این بود که من حالا براتون یکی یکی این اصول این به اصطلاح انقلاب مشروطه رو میگم که متوجه بشید چقدر این کار مهم بود و اصلا تأثیر این چرا اینقدر روی ایران زیاد بوده. ببینین اصول انقلاب سفید نخستینش اصلاحات ارضی بود که از بین بردن سیستم ارباب رعیتی بود و آمدن به منظور افزایش بهره‌وری عمومی جامعه و رشد کشاورزی و اصلا این که بتونه کشور به توسعه پایدار برسه آمدن و این زمین ها رو از دست فئودال ها گرفتن، نه اینکه مصادره بکنن ها، ازشون خریدن. حالا بهتون میگم پولش از کجا اومد. آمدن دولت زمین‌های زمینداران رو ازشون خرید
و اینها رو شروع کرد به روستاییانی داد، کشاورزانی که رو اون زمین ها کار میکردن، به صورت وام 30 ساله که اینها کار کنن، هر سال این بقیه وامشون رو به دولت پرداخت کنن تا بعد از 30 سال اون روستاییان بتونن خودشون صاحب اون زمین ها باشن. یعنی دیگه از دست ارباب جماعت در اومد. بیش از یک پارچه آبادی اجازه ندادن هیچ کس داشته باشه هیچ زمینداری، در حالی که مثلا خود مصدق چیزی حدود 20 پارچه آبادی داشته در ایران، شاید هم بیشتر، 28 حدودا پارچه آبادی داشته. و از سوی دیگه یک شرکت تعاونی برای کندن چاه عمیق و فراهم ساختن آب و به اصطلاح لایروبی کردن قنات ها و اینها درست کردن و اومدن آماده کردن روستاییان رو به آمادگی به یادگیری روش های جدید کشاورزی و کار با ماشینالات و ابزار نوین کشاورزی و حتی یه عده‌ای رو برای رشته های مثل کشاورزی، آبخیزداری، نمیدونم جنگلبانی، جنگلداری و شیوه های نوین این کارها فرستادن به خارج از کشور برای آموزش و تحصیل. اصل دوم این قانون از قوانین به اصطلاح انقلاب سفید ملی کردن جنگل ها و مراتع بود که 120 میلیون هکتار جنگل و مراتع کشور رو برای بهره برداری ملی در اختیار دولت گذاشتن و در همین اراضی در 120 میلیون هکتار 28 هزار هکتار جنگل مصنوعی ایجاد کردن. ببینید چقدر تاثیر مثبتی رو زیست بوم گذاشتن که بیشتر از 5 هزار هکتار از این 28 هزار هکتار جنگل های مصنوعی فضای سبز دور شهرهای بزرگ شد و پارک های جنگلی بیشماری که در جاهای گوناگون کشور ایجاد کردن. و همزمان با این زنده کردن دوباره منابع جنگلی، حفاظت خاک و مهار کردن شنهای روان و نمیدونم جلوگیری از پر شدن مخزن سدها و جلوگیری از پیشروی کبیر و واپس روندن اونها، اینا رو با نهال کاری اطراف کبیر و اینا همه جز این پروژه بزرگ ملی کردن جنگل ها و مراتع بود که تا موقعی که اینا دست اون زمین دارا بود امکان این کارا نبود، یعنی امکان بازیابی و حفظ و نگهداری و بهبود فضای سبز و زیست بوم ایران نبود و این کارا رو باید دولت میکرد که این زمین ها آزاد بشه، بشه کشور رو توسعه داد. سومین از فروش سهام کارخانه های دولتی بود به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، یعنی اون پولی که گفتم دادن به اصطلاح زمینداران بزرگ زمیناشون رو خریدن، گفتم از کجا اومد؟ از اینجا. صنایع مادر و ملی شده مثل راه آهن، نیرو، اسلحه سازی، اینا که در مالکیت دولت بود، صنایع بسیار مهم و پرهزینه بود، در مالکیت دولت موند. اما 55 تا کارخونه مثل کارخونه قند و نیشکر و پارچه بافی و چوب و سیمان و نمیدونم مواد غذایی، پنبه بافی، ابریشم بافی و اینا به شرکت های سهامی واگردون شدن و شرکت های سهامی در کارخونه های ایران تشکیل شدن که سهامش از سوی بانک کشاورزی فروخته شد به مردم و همه مردم با درآمد متوسط و کم تونستن این سهام کارخونه‌های دولتی رو بخرن و کارخونه‌ها خصوصی سازی شد و این پول رفت داده شد به زمینداران در واقع که از روش زمین‌ها رو از اونا خریدن، هیچ کس رو مصادره نکردن زمینش. اینو یادتون باشه، شاهنشاه آریامه مثل جمهوری اسلامی نبود اموال ملت رو به زور گرفتن مردم به خاک سیاه نشوندن، چنین چیزی نبود. از اینا زمین‌ها رو خریدن و اینا رو دادن به کشاورزان. اصل چهارم سهم کردن کارگران در سود کارخونه ها بود. تا اون روزگار کارگران با در کارخونه ها یه کار میکردن، یه حقوق میگرفتن، همین. بعد اومدن سندیکاهای کارگری درست شد و کارگران اومدن گفتن از سهام کارخونه ها 20% از سود کارخونه ها رو کارگران توش سهیم شدن و این موجب شد بانک رفاه کارگران ایجاد شه که تونست باز بهره بده و وام بده و اینا و ایجاد تعاونی های کارگری رو کردن که این چقدر مهم بود. هر کارگر در ایران سالی 1.5 ماه اضافه تر به اندازه حقوقش از کارخونش سود میگرفت، یعنی اگه 12 ماه اینا حقوق میگرفتن، از این به بعد به اندازه 13.5 ماه در سال سود میگرفتن، حقوق میگرفتن. و این هم موجب شد کارگر کارخونه و استرا ماشینالات صنعتی رو مثل فرزندان خودش بدونه و هم به کار و تلاش بیشتر ترغیب شدن، هم تولیدات ملی با کیفیت بهتر افزایش یافت. اینا ببینید چه نبوغی میخواد در ایران 60 سال پیش انجام شده.
اصل پنجم که بر در مورد شما پرسیدید، اصل انتخابات ایران اصلاح قانون انتخابات بود، به معنی این که بیان به زنان حق رأی بدن و حقوق برابر سیاسی با مردان باشه حقوقشون. یعنی تا پیش از انقلاب شاه و ملت، درسته که رضا شاه بزرگ مردم رو آورده بود، بیجاب کرده بود، زنان وارد اجتماع کرده بود و اینا میمدن درس میخوندن، کار میگرفتن، اما همچنان زن طبق قانون اساسی دوران مشروطه در ردیف دیوانگان و ورشکستگان و نمیدونم محکومین دادگستری و نمیدونم اینها بودن، یعنی کسانی که هر گونه حق سیاسی نداشتن. خب معمولا مثلا جنایتکارا و نمیدونم مجرمین زندانی و فلان که حق سیاسی نداشتن که باشن برن انتخابات کنن یا در انتخابات شرکت کنن یا از این حرفا، زنان اینجوری بهشون برخورد میشد. با این کار مهمی که محمد رضا شاه پهلوی کردن، در واقع بزرگترین دستاورد محمد رضا شاه پهلوی در دوران 35 ساله، حالا 37 ساله مثلا در واقع پادشاهیشون، این بزرگترین دستاورد ایشون بود برای زنان ایران. همون گونه که کشف حجاب در 17 دی 1114 در بزرگترین دستاورد رضا شاه برای زنان ایران، نیم دیگر غیر فعال جامعه ایران بود، و به توسط این حق رأی که داده شد به زنان در 1141 در واقع قانون ورود زن به عرصه سیاسی که بالاترین مدارج یک جامعه است برای اینکه زن بتونه به حقوق برابرش با مردان برسه، جامعه عمل پوشونده شد. و از این سال بعد از این، دقیقا فروردین 1342، یعنی چند ماه بعدش، چون این 6 بهمن بود این قانون 1341 انقلاب شاه و ملت، سال 42 فروردینش قانون حمایت خانواده هم تصویب شد که دیگه این قانون طلاق یک طرفه رو برداشت که از سوی مرد فقط قابل طلاق دادن بودن زنان، به چند همسری مردان پایان داد، بعد برای سرپرستی کودک مادر رو هم در نظر گرفتن که کودکان بعد جدایی پدر و مادر، اگر که پدرشون مرده بود یا اگه پدرشون واجد شرایط نگهداری فرزند نبود، بچه رو به جایی که بدن به عمو پدر بزرگ رو نمیدادن دیگه به مادر. و خب قانون به اصطلاح حق رأی هم که دیگه صادر شده بود، زنان یک تحول بسیار بزرگی در زندگیشون ایجاد شد که حالا اینو در قسمت بعد میگم. اول من این اصول رو تموم میکنم، بعد میپرزیم به کلن قانون حق رأی زنان رو چقدر زندگی زنان رو تونست تغییر بده. اصل ششم انقلاب سفید آمد و سپاه دانش رو در واقع ایجاد کرد که این بعدا خودش چند بخش فرعی دیگه پیدا کرد: سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج آبادانی و خانه های انصاف و شوراهای داوری. که این سپاه دانش آمدن گفتن چون که اون موقع جمعیت ایران 22 میلیون بود، 75% جمعیت ایران آن زمان در روستاها زندگی میکردن که اکثرا بیسواد بودن و فقط از تمام 100% معلمان آموزگاران و معلمان آموزش پرورش ایران 24% در روستاها بودن. باورتون میشه 75% جمعیت روستایی بود ولی فقط 24% نیروهای آموزش پرورش در روستاها کار میکردن. از این رو آمدن گفتن بهترین کار سپاه دانشه. هر جوان 18 ساله‌ای که دیپلم می‌گرفت یک دوره می‌دادن و می‌بردنشون توی، به جای سربازی می‌فرستادنشون تو سپاه دانش که برن در دورترین نقاط ایران و به خردسالان و بزرگسالان آموزش بدن و مردم رو باسواد کنن. از سال 41 که این قانون تصویب شد تا سال 1357 که این شورش 57 و این بدبختی به سر ملت اومد، 28 دوره پسر و 18 دوره دختر در سپاه دانش خدمت کردند و چیزی حدود 100 هزار نفر موقعی که انقلاب ایران شد داشتن توی روستاهای دور افتاده آموزگاری میکردن و در واقع کشور رو اینگونه به توسعه همگون رسوندن، نه اینکه فقط شهرها آباد بشه، شهرها باسواد باشه، شهرها امکان داشته باشه، بلکه تا دورترین حتی برای عشایر به اصطلاح آموزگار سیار فرستادن با همین سپاه دانش. و خب اینا میزانی که مردم در واقع در این
تقریبا نزدیک 2 دهه و 1 دهه و نیم 15-16 سال شمار دانش آموزانه که از طریق این مرزهای سپاه دانش با سواد شدن 692 درصد افزایش پیدا کرد. یعنی شما فکر کنید 700% در تقریبا افزایش آموزش و پرورش داشتیم به دست سپاه دانش، و این بزرگترین کار بود برای توسعه پایدار کشور که همزمان با این مثلا 2-3 سال بعدش سپاه بهداشت رو گذاشتن که گفتن از بچه ها و دختر پسرهای دیپلمه ایران تا لیسانس ها فوق لیسانس ها حتی کسانی که پزشک و دندان پزشک بودن اومدن خدمت زیر پرچمشون رو انجام دادن به عنوان سپاه بهداشت، و اینا رفتن به دورترین روستاهای ایران واکسیناسیون کردن، آموزش بهداشت دادن، کارهای پزشکی انجام دادن، حاملگی ها، زایمان ها رو انجام دادن، حاملگی ها رو مراقبت کردن و بسیار بسیار عدالت اجتماعی گسترش پیدا کرد از این ترتیب. بعد از اون اومدن باز در سال 43 سپاه ترویج آبادانی رو ایجاد کردن که اینها بخشی از بچه های دیپلومه یا بچه های دانشگاه رفته ای بود که اومده بودن برن خدمت سربازی، ولی مثلا مهندس بودن در رشته های کشاورزی، ساختمانسازی، راهسازی، برق و مکانیک و بقیه رشته های فنی مهندسی، اومدن اینا رفتن هم آبادانی کردن، ساخت و ساز کردن، تا روستاهای دورافتاده پل ساختن، جاده ساختن، برق دادن، بعد سطح زندگی روستاییان رو بردن بالا، آب آشامیدنی، لوله کشی آب آشامیدنی کردن، بعد کشاورزی نوین رو بردن توی روستاها و کلن زندگی مناطق دورافتاده ایران رو بسیار بسیار توسعه دادن و عدالت اجتماعی رفت 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 تا دیگه هر 4 گوشه کشور رسید و داشت انجام میشد و عالی داشت جواب میداد. یک کار بسیار خوب دیگه هم که کردن، خانه انصاف ایجاد کردن تو روستاها و شورای داوری در شهرستانها یا بخشهای خود بزرگتر از روستا، و بعدم رسید یواش یواش به شهرهای بزرگتر. این چی بود؟ خانه انصاف برای اینکه دهاتی ها مثلا بالاخره روستایی اون موقع مثلا سر زمین، سر آب، کشاورزی، نمیدونم دام، این اون دعواشون میشد، یا یه موقع زن و شوهرای روستایی با هم دعواشون میشد، یا بالاخره همسایه ها با هم دعواشون میشد، اینا که نمیتونستن پاشن بکوبن از روستای دورافتاده ایران پاشن برن مراکز استان یا برن پایتخت مثلا دادگاه و دادگستری، و جا نداشتن کجا بخوابن، چه جوری برن به این کارا برسن، اومدن دیدن بهترین کار اینه که اینا رو به عنوان خانه های انصاف بیان از توی روستاها، از بین مردم روستا، اونایی که با سواد بودن و اونایی که یک مورد احترام و در واقع امنیت ملی بوده، امنیت به اصطلاح اون روستا بودن، بهشون احترام گذاشته میشد و بهشون خیلی مثل ریش سفید بودن و آدم های منصف ده بودن و انتخاب میکردن. 5 نفر در هر خانه انصاف انتخاب میشد از روستا، که 1 نفرم یا از سپاه دانش یا از سپاه ترویج آبادانی مثلا یا از سپاه بهداشت، یعنی کسی که تحصیل کرده باشه، از شهر اومده باشه، یه آموزش رکی هم بهش میدادن که بیا بشین اینجا، بشو منشی یا بشو ناظر یا بشو به اصطلاح فرد خارج از روستا که مثلا بتونی خارج از بود این موضوع رو ببینی و بین اینا صلح و صفا برقرار بشه. بعد اینا میمدن اونجا میشستن، مثلا هر دعوا و مکافاتی داشتن تو همین خانه انصاف حل و فصل میشد و دیگه اصلا بار دادگستری کشور خیلی کاهش یافت. این شوراها در روستا اسمش خانه انصاف بود، شوراهای داوری در دوران هویدا، نخست وزیر هویدا از سال 45 آغاز به کار کرد که دیگه اومدن یه دادگاه‌های کوچیک محلی تو بخش‌های کوچیک‌تر، یعنی از روستا بزرگتر، از شهر کوچیک‌تر، مثلا شهرستان‌های کوچیک یا بخش‌های کوچیک، یه دادگاه‌های محلی که توشون هم یه نفر آدمو می‌ذاشتن، مثلا از کارآموز وکالت بود، مثلا حقوق خونده بودن، دانشجو بودن که تموم کردن اومدن کارآموزی می‌کردن، یا افرادی بودن مثل امروز پارالیگال‌های امروز که مثلا کارهای و در کنار مثلا به اصطلاح کار اصلی دادگاه و دادگستری رو انجام میدن، ولی خب خوبیش این بود که مثلا دیگه اینا چیز نبودن دیگه، مثلا یه تخصصکی هم در واقع در امور قانونی داشتن که میتونستن مشکلات مردم رو حل بکنن.
بنابراین این بخش یکی از بخش‌های بسیار مهمی بود، این به اصطلاح خانه‌های سپاه بهداشت و سپاه دانش و سپاه تعویض آبادانی و خانه‌های انصاف که بعداً در واقع هی بخش بخش اضافه شد به انقلاب سفید. یکی از نکات بسیار مهم، اصول بسیار مهم دیگه، ملی کردن آبهای کشور بود که من بهتون گفتم آبهای روی زمینی، آبهای زیرزمینی، هر گونه نمیدونم رود و رودخونه و دریاچه و نهر و برکه و نمیدونم چشمه و آبهای معدنی، همه اینها، اقیانوس و همه این چیزایی که دو جزء بالاخره آبهای ایران محسوب میشد، همه اینها رو اومدن نظارتش رو گذاشتن به عهده وزارت آب و برق که اینا رو مراقبت بکنن، از اختیار اون زمیندارا در بیاد که بتونن مثلا آب و چگونه صرفه جویی بکنن، چگونه آبها رو بهترین استفاده رو کنن، سد سازی کنن، چیکار کنن. و این هم یه بخش بسیار مهمی بود که زیست بوم ایران رو اون دوران از خشکسالی ها نجات داد که دیدین در این 44 سال با بی تدبیری این انقلابیون و آخوندها چگونه این کشور همه آبهای ملیش داره از بین میره و خوشسالی شده، به خاطر که اون کارهای علمی و در واقع تخصصی دیگه در کشور انجام نمیشه و مدیریت ها افتاده از آدمهای بسیار نالایق و بیسواد. اصل بعدی که انجام دادن انقلاب اداری آموزشی بود که انجام شد در ایران. چگونه انجام شد؟ در مرداد 47 آمدن گفتن که یک کنفرانس آموزشی در رامسر برقرار شد که محمد رضا شاه پهلوی و هویدا هم در اونجا حاضر بودن و اومدن اسمشو گذاشتن کنفرانس آموزشی رامسر، که اومدن گفتن چگونه ما باید در رشته های گوناگون صنعت و فرهنگ و غیره ما بیایم ارزش های ایرانی رو پرورش بدیم. ببینین ایران گرایی رو شاهنشاه آریامهر در واقع آغاز کرد و اعلام انقلاب اداری آموزشی کرد که هم سیستم اداری رو خیلی پاک و پاکیزه کردن از فساد و رشوه و نمیدونم حقوق بازی ها و اینایی که مثلا همیشه در ایران رواج داشت، پاک کردن، سیستم بسیار پاک و پاکیزه اداری، دادگستری، همه چی رو درست کردن گذاشتن و بعد اومدن آمار مرکز آمار ایران رو درست کردن که سازمان برنامه و بودجه بر اساس اون بتونه برنامه‌ریزی بکنه و رشته های تحصیلی رو اومدن از 75 تا رشته‌ای که در سال 47 داشتیم به 552 رشته در دانشگاه ایران رسوندن و 20% جمعیت کشور رو تا پیش از انقلاب آوردن زیر سطوح گوناگون آموزش های مختلف قرار دادن، یعنی از کودکستان تا دانشگاه ملت رو بردن زیر پوشش آموزش های همگانی که فوق العاده مهم بود. یک نکته بسیار مهم دیگه هم که در این انقلاب شاه و ملت وجود داشت، تحصیلات رایگانی رایگان اجباری بود، یعنی گفتن از تمام مقاطع از بچه های کودکستانی تا پایان دانشگاه تحصیل رایگان در ایران خواهیم داشت و اجباری، کسی نمیتونست بچهشو نفرسته مدرسه بی سواد بار بیاره. و جالبه در سال 56 که انقلاب شد 200,000 تا دانشجو در سراسر کشور مشغول تحصیل بودن، 100,000 تا دانشجو ایران در خارج از کشور داشت که بورسیه شده بودن و کمک هزینه تحصیلی و بورس میگرفتن و درس میخوندن بیرونی کشور. و جالبه دانشجویان درون کشور هم بورس میگرفتن یا کمک هزینه میگرفتن. اگه شما در شهر خودتون قبول میشدین 350 تومن در ماه بهتون میدادن، اگر در یک شهر دیگه دانشگاه میرفتین 550 تومن بهتون کمک هزینه دانشجویی میدادن. و برای همین هم تغذیه رایگان کودکان رو گذاشتن، تغذیه رایگان از نوباوگان زیر پوشش سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی گذاشتن، بنگاه حمایت مادران برای مادران شیرده، نوزادان، نوباوگان تا سن کودکستان و از کودکستان تا پایان دبیرستان که در مدرسه ها یک وعده غذا بایستی به بچه ها میدادن که کالوریاش دقیق حساب میشد و در اونا همیشه شیر و میوه و این چیزا وجود داشت که بچه ها رشد بکنن و تغذیه خوب پیدا کنن. و اصل
17 این قانون انقلاب سفید شاه و ملت پوشش بیمه اجتماعی بود. بانو افسانی، یکی از بزرگترین کارهایی که در واقع شاهنشاه آریا مهر کرد پوشش بیمه رایگان برای تمام مردم ایران بود، یعنی چه اونایی که کارمندای ادارات دولتی بودن، حالا آب، برق، گاز، تلفن، ارتش، آموزش پرورش، نمیدونم وزارت بهداشت، که همه بیمه دولتی داشتن، اما اونایی که یا کار خصوصی داشتن یا خانه‌دار بودن یا مثلا کشاورز بودن از دولت حقوق نمی گرفتن، بیمه تامین اجتماعی گذاشتن و این بیمه تامین اجتماعی خیلی زیبا بود، یعنی شما باورتون نمیشه چه کشوری. این کاری که شاهنشاه آریا مهر کردن همون کاری بود که اردشیر پاپکان کرد که آمد بیمه همگانی گذاشت، یعنی تمام مردم ایران زیر پوشش خدمات بهداشتی قرار می گرفتن در دوران اردشیر پاپکان در 1700 سال پیش، 400 سال قبل از دوران یورش تازیان. و شما ببینید شاهنشاه آریا ما کاری شبه همون اردشیر پاپکان در ایران انجام داد، یعنی آمدن این کار توسعه فوق‌العاده‌ای که انجام دادن یه بخش بسیار مهمش درمان بود. خب آخه مردم بعد بالاخره از امکانات درمانی استفاده کنن که دارو هم حتی کاور میکرد، یعنی پوشش دارو، پرداخت هزینه های دارو بود، دارو بسیار ارزان گرفته میشد از داروخانه ها و عملها همه در ایران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گرفت، هر کیم که بیمه دولتی نداشت و هیچ فرقی با بیمه دولتی نمی کرد. تازه اگر کسی رو در ایران می‌خواستن یه عمل دشوار و پیچیده‌ای بکنن که اون موقع ممکن بود امکاناتش نباشه، مثلا جراحی قلب باز یا مثلا پیوند کلیه اینا که اون موقع 60 سال پیش هنوز در ایران نبود، هزینه‌ش رو بیمه تامین اجتماعی میداد، مثلا بیمه ارتش که هزینه ارتشیایی رو میداد که نیاز به عملای خیلی پیچیده داشتن میفرستاد اروپا، اینا رو هم میداد بیمه تامین اجتماعی که هیچ کس در ایران از بیماری و درد و مرض و مشکلی نمیره. و حالا شما نگاه کنید کشوری که تا روستاییاش تو پوشش بیمه تامین اجتماعی بودن، تا دور افتاده ترین نقاط کشور رو میفرستادن امکانه، و جالبه حتی بیمه تامین اجتماعی از روستاها اگه کسی وضع جسمیش بد بود یا حال بحرانی داشت یا اتفاق میفتاد با هلیکوپتر مردم میبردن شهر برای درمان. همین امروز ما دیگه تو ایران این کارو نمیکنن، اصلا بیمه تامین اجتماعی هلیکوپتر میفرسته برای کسی دیگه. ببینید شما بیماران از بیمارستان میندازن بیرون، شما چند تا تو الان ویدیو دقیقاً بیمار مثلا مسته تو گذاشتنشون بردنش ماشین بیمارستان سوار کرده برده انداختنشون بیرون از بیمارستان. آفرین. یعنی هیچ ما الان دانش آموزای ما به خاطر همین مدارس آنلاین خاطر کووید 19 بعد اینا اومدن بچه‌ها رو آنلاین کردن مدارس رو، به خاطر نداشتن تبلت و گوشیایی که بتونن باش درس بخونن چند نفر تا الان خودکشی کردن. بله. ببینید چه تفاوت وجود بزرگ وجود داشت و در اصل آخر این انقلاب شاه و ملت مبارزه بود با سوداگران زمین و کسانی که دست میزنن رو زمینای مثلا حاشیه خلیج فارس یا حاشیه های مثلا دریاها یا جاهای خوش آب و هوا، مثلا میخواستن اینا رو بخورن یا مثلا معاملات سوجویانه میکردن، میمدن زمینا رو مثلا از کشاورزا بخرن ویلا سازی بکنن، اینا رو جلوشون رو میگرفتن. که دقیقاً یه نکته مناسبی که بود، اومدن گفتن که مبارزه با فساد، رشوه گرفتن و رشوه دادن، و این موجب شد که هیچ کس در هیچ بخش جامعه حتی به فکر راندخاری، رشوه‌خواری، نمیدونم زد و بند کردن، کاری که الان در جمهوری اسلامی میبینید تمام کارخونه ها رو بین خودشون زد و بند کردن، کارخونه های ملی رو فروختن خوردن، تمام زمین ها رو زد و بند کردن بین خودشون و خانواده هاشون پخش کردن، تمام اسکله ها، تمام مؤسسات مالی، شرکت های دولتی و خصوصی، تمام اینا رو شروع کردن به فروختن و فساد و بچاپ بخور بخور، در حالی که جزء آخرین اصل انقلاب شاه و ملت جلوگیری از این فسادهای اقتصادی و رشوه و رشوه‌دهی و نمیدونم زمین‌خواری و این حرفا بود. و جالب من بهتون بگم که بانو افسانه، این کاری که شاهنشاه آریا مهر کرد، یادتونه بهتون گفتم در واقع خانوم ها، بانوان، این دستیابی به حقوق برابر سیاسی براشون فقط یک حق رأی نبود یا انتخاب کردن یا انتخاب شدن مثلا،
بلکه بانوان وقتی تونستن در عرصه های سیاسی وارد بشن، یک مرتبه یک انفجاری در جامعه ایران، در جامعه بانوان ایران اتفاق افتاد و زنان یک مرتبه دیدین تمام پست ها، از پست های مدیریتی و سطح بالا تا وزارت تا وکالت تا سفارت تا نمایندگی های مجلس تا به اصطلاح در واقع مدیر کلی این برانور تا دادگاه ها و دادگستری ها رو که چجوری در رده های بالا تا ارتش که رفتن زنانی در ارتش و رسیدن به مراحل بالا از افسری و سرهنگی و سرتیپی و به وزارت که دیدین خانم دکتر فراخ و پارسا که پزشک کودکان بودن و فعال اجتماعی بودن چگونه تونستن برسن پس از این آزادی های در واقع حق رأی و حق انتخاب و حق انتخاب کردن و شدن در امور سیاسی چگونه خودشون رسوندن به بالاترین مدارج. و علاوه بر اینها بانوان یک کار بسیار مهم دیگه که کردن سازمان ها رو در ایران درست کردن، یعنی سازمان هایی که مثل جمعیت شیر و خورشید سرخ، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، بنگاه حمایت مادران و نوزادان، بنیاد پهلوی، جمعیت خیریه شهبانو فرای پهلوی، جمعیت بهزیستی و آموزشی فرای پهلوی، نمیدونم بنیاد نیکوکاری شمس پهلوی، بنیاد اشرف پهلوی، سازمان ملی نابینایان ناشنوایان، نمیدونم سازمان رفاه خانواده، انجمن ملی توانبخشی ایران، انجمن ملی کودکان ایران، یا مثلا جمعیت حمایت کودکان کرولال، کودکان بی سرپرست، انجمن حمایت معلولین، کمک به جذامیان، کمک به مسلولین، جمعیت مبارزه ملی با سرطان، سازمان انتقال خون و همه اینها رو بانوان اومدن به نحو عجیب و غریبی یا بنیانگذاران اینها شدن که خب حالا از سطوح بالا از شهبانو و شاهدخت اشرف و شاهدخت شمس خودشون به عنوان الگو و پیشتاز و پیشروی این کار اومدن این بنیادها رو پایه‌گذاری کردن. بعد یواش یواش تمام زنان ایران در مدارج گوناگون، سازمان زنان ایران رو که چقدر زنان رو تحت پوشش قرار داده برای آگاهی رساندن به زنان ایران در اون سازمان زنان، بله اشرف پهلوی این رو بنیان گذاری کرد. بله و ببینید بعد از این، یعنی این حق رأی که به زنان دادن فقط یه حق انتخاب و حق رأی مثلا شرکت در انتخابات و اینا نبود، زنان شروع کردن دستشون باز شد، یه مرتبه رفتن تو عرصه های بسیار گسترده خدمات اجتماعی و سیاسی کشور و در رده های بالای مدیریتی، در رده های بالای به اصطلاح ریاست قرار گرفتن و رهبری رو به عهده گرفتن و این سازمان ها همه موجب توسعه بسیار بسیار گسترده ایران شد. و یادتون باشه ایران جزو یکی از معدود کشورهایی بود که در اواخر دوران پهلوی رسیده بود به رشد دو رقمی بالای 20% برای رشد اقتصادی و توسعه کشور. و اون موقع در میشد گفت در خاورمیانه اسرائیل و ایران بودن فقط که این ویژگی رو داشتن و در آسیا کلا به غیر از ایران و اسرائیل فقط ژاپن در اون دور دست ها بود که یه همچین ویژگی هایی رو داشت و بقیه آسیا اصلا همچین چیزی نبود. خاورمیانه که شما میبینین که آخرین کشوری در جهان که حق رأی به زنان داده عربستان سعودیه که سال 2015 داده. یعنی شما فکر کنین ایران 60 سال پیش نه تنها حق رأی به زنان داده بودن که ما زن وزیر و وکیل و سرتیپ داشتیم در ایران. و جالبه که در کشورهای خاورمیانه تا سالها بعد از ما اصلا خبری از این حق رأی زن، حضور زن، صدای زن، زن سیاسی اصلا وجود نداشت. و شما از اینجا متوجه میشین که چه اندازه شاهنشاه آریامهر در کاری که کردن کار مهم و بزرگ و تاثیرگذاری بود. یعنی انقلاب شاه و ملت یک چیز ساده نبود، یک اقدام انقلابی یا ریولوشنری بزرگی بود که در سطح جهان نمونه نداشت در اون زمان. دقیقا من بهتون میگم همون کاری که اردشیر پاپکان کرد در آغاز سلسله ساسانیان و اومد همین کارهای ریولوشنری و انقلابی که در ایران محمد رضا شاه پهلوی انجام داد اون موقع در سلسله به اصطلاح ساسانیان انجام داد. یک نکته دیگه من اینجا بگم خیلی جالبه که ما اینو بدونیم.
ببینین شاهنشاه آریامهر اون انقلاب در واقع اقدام انقلابی که کردن برای در واقع آموزش و پرورش و اصلاح قوانین آموزشی، مفاهیم ایرانگرایانه رو شروع کردن وارد آموزش پرورش کردن. شعرهای میهن دوستانه، احترام به پرچم، شعر درباره ایران، درباره ملت ایران، در مورد کشور ایران، بخش‌های گوناگون ایران، قوم‌های گوناگون ایران، در گوشه گوشه ایران رو شروع کردن به ترویج هنر اونها، فرهنگ اونها. و می‌دیدین که شهبانو در سراسر ایران شروع کردن به سفر کردن به دورترین نقاط ایران، از به اصطلاح آذربایجان تا بلوچستان، از خوزستان تا خراسان، همه جا شروع کردن به چرخیدن و رفتن و پروژه پس از پروژه افتتاح کردن و با مردم اونجا نشست و برخاست کردن و ایران رو دوباره از نو به مردم جهان نشون دادن. زیبایی های ایران، هنرهای ایران، زبانهایی که در ایران هست، رسمهایی که در ایران هست، خوراکهایی که هست و همه اینها رو شهبانو شروع کردن با پیگیری بسیار بسیار مجدانه و پر یعنی پیگیری شبانه روزی خودشون در راستای همین انقلاب شاه و ملت، اقدامات بسیار نقش مؤثر خودشون رو به عنوان یک شهبانوی تحصیل کرده، فرهیخته، میهندوست و در واقع مردم دوست آمدن و نشون دادن و ما اینها موجب شد که ایران واقعا یک رشد بسیار بسیار درخشانی کرد. یک مرتبه درآمد ملی ایران 4 برابر شد در نزدیک 2 دهه و اینقدر مردم ایران مرفه و ثروتمند شدن که ما دیدیم که چگونه غرب شروع کرد به دندون تیز کردن و گفتن نه، نمیشه، ما یک ژاپن دیگه داریم اینجا گسترش پیدا میکنه و نفت رو نخواهند به بهای مفت به ما فروختن و توسعه اینا موجب میشه که غرب به عقب تر رونده بشه، توسعه اقتصادی ما رو کاهش میدن، اقتصاد ما رو راکت تر میکنن و به ویژه به خاطر انرژی و اوپک و مسائل نفتی که چگونه در واقع حکومت پهلوی رو سرنگون کردن. این بالاخره موضوعی بود که من توصیه میکنم به همه کتاب انقلاب سفید شاه و ملت رو در سایت kitabfarsi.com بزنید انقلاب سفید شاه و ملت و این کتاب رو میتونید به طور رایگان دانلود کنید و بخونید. به همه بینندگان این برنامه توصیه میکنم که این کارو بکنن و آشنا بشن با انقلاب سفید شاه و ملت. کتابش هم به صورت ای بوک، کتاب پی دی افیه و رایگانه. بسیار عالی بانو آرتمیس. ببینید وقتی که نگاه میکنیم به فقط مرکز انقلاب سفید شاهنشاهی، انقلاب شاه و ملت، میبینیم که شاهنشاه چطور عمیقا و ریشه‌ای دنبال حل کردن مشکلات ایران بوده و چقدر اون ایرانگرایی و ملیگرایی براش اهمیت داشته و چطور از نظام آموزشی بگیر تا بقیه مسائلی که در نظر گرفته بود که چطوری وقتی به زن ایرانی حق رأی داده میشه، یعنی نصف جامعه و جمعیت کشور در اون زمان، چطور زنها شروع کردن به فعالیت کردن و چقدر و شهبانو شد نماینده و یک الگو برای زن ایرانی که ببینید من به عنوان یک ملکه چطور دارم به مردم دیدی که عکس‌ها و فیلم‌هایی که از الان داره بین مردم رد و بدل میشه، چطور می‌رفتن نون می‌پخته در روستاهای مثلا خرم‌آباد یا می‌رفتن کنار ساحل آشغالا رو جمع می‌کردن، به مردم چجوری فرهنگ سازی می‌کردن و یاد می‌دادن که ببینید ما از رده‌های بالا، یعنی در جایگاه یک ملکه، من این کارو انجام میدم پا به پای شما، کنار شما مردم، که مردم یاد بگیرن، آموزش میدادن. و الان من از شما میپرسم آیا حالا شما یک تصویر از زن خمینی یا خامنه‌ای در تلویزیون‌های ایران دیدین یا اصلا دیدین که اینا در هیچ گونه مسائل اجتماعی سیاسی یا اصلا هیچ جا اثری از اینها شما دیدین؟ نه فقط زن خمینی و خامنه‌ای، روحانی، احمدی نژاد، ما دو چش دیدیم بعضا دیگه خیلی هنر کرده بود، یا اون خانم سبزینه پوش زن میر حسین میر سبزینه پوش اومد حالا خیلی دیگه هنر کنه خودش، اونم برای فریب مردم که دیگه واقعا جامعه که کم کم داشتن آگاه میشدن که بابا اینها چه کلاهی سرشون رفته، چون خدمات و خدمات پهلوی ها هر دو پهلوی ها بزرگ
شاهنشاه آریامهر و رضا شاه بزرگ چی بوده و چی میخواسته برای جامعه ایران و کشور ایران. و آخوندها معلوم آگاه شدن، دیدن آی بابا کلاه گشادی رفته. و اینجاست که ما باید باز به قول شما بشینیم پیدا کنیم تاریخ، همین تاریخ معاصر خود رو بخونیم. دقیقاً ببینین بانو، درست میفرمایید بانو فرزانه افسانه. ببینید من یک نکته ای بهتون اینجا بگم، نه تنها در ایران که الان اسلامی شده، بلکه در تمام کشورهای مسلمان. به عنوان نمونه میخوام بهتون بگم پاکستان سال 1947 به زنانش انگلستان، اونم خودشون نه، انگلستان چون اومد کشور پاکستان رو در پایان جنگ جهانی خواست درست کنه، بین امپراتوری خودش در هندوستان و ایران میخواست یک مرزی رو بذاره، یک کشور جعلی درست کرد به نام پاکستان. یه قسمت از ایران رو گرفت، یه قسمت از افغانستان رو گرفت، یه قسمت هم اومد از هند رو گرفت، انداخت بغل هم که بکنه یک کشور بین خودش و ایران. به عنوان زاپاس این وسط بر خوش نگه داشت که مسلمونشون هم کرد که جدا بشن از جامعه این طرف هندوستان و اینا. و اینها اومدن اسم پاکستان هم به خودشون گذاشتن که یعنی بقیه اینا نجسن ما پاکیم. با این که 1947 به اینا حق رأی داد انگلستان، تصویب شدن اونجا زنا رأی بدن، الان امروز که من و شما با هم حرف میزنیم کمترین میزان مشارکت سیاسی جهان رو دارن زنان پاکستان انجام میدن. میخوام بهتون چی رو بگم؟ میخوام بگم که اسلام در هر جا که میره، حتی اگه ادای حق رأی به زنان رو داره در میاره یا یک کس دیگه میاد بهشون یه حق رأی هم صدق سری میده، ولی اینها هرگز نخواهند توانست، به خاطر اون نفس باور اسلامی نه تنها زن نقشی نداره، بلکه زن حضوری هم نمیتونه هرگز داشته باشه و فقط یه عروسک سرخرمنه، یک به اصطلاح مترسک سرخرمنه براشون در بهترین حالتش. در بدترین حالتش هم که مثل عربستان سعودی با کسی تعارف نداشت، تو همین 2015 زنانش اصلا حق رأی هم نداشتن. هنوزم که من با شما حرف میزنم برونئی زناش حق رأی ندارن و هنوزم که من با شما حرف میزنم مثلا در خود واتیکان سیتی زنان حق رأی ندارن، تو قسمت واتیکانی که فقط کلیسا هستش و اون مذهب اونجوری چسبوندن به دو دستی. منظور من اینه که هنگامی که شما میخواید یک حکومت اسلامی مترقی داشته باشید، نمونهش میشه طالبان. اومدن گفتن حکومت جمهوری اسلامی عربستان، بعد از 20 سال دوباره طالبان اومدن، دوباره زنا رو کردن برقه، دوباره فلان کردن. هرچی که این 20 سال زنا اومده بودن تلاشی بکنن، یه درسی بخونن، یه کاری بگیرن در جامعه افغانستان، دوباره همه رفتن زیر خاکستر، پوشونده شدن از اول. منظور من اینه که رضا شاه بزرگ با کشف حجابش فقط روسری رو از سر زن ایرانی بر نداشت، بلکه زن ایرانی رو به عنوان انسان به رسمیت شناخت و وارد اجتماع کرد. و محمد رضا شاه بزرگ گام بزرگترین گام بعدی رو برداشت که آمد و حق رأی به زنان داد، برای اینکه زنان مشارکت سیاسیشون رو آغاز کنن که بالاترین درجه رسیدن زنان به حقوق اجتماعی و سیاسی خودشون در جهانه. زنان موقعی به بالاترین حد میرسن که بتونن در جایگاه سران کشورها باشن، رئیس جمهور باشن، نخست وزیر باشن، این باشن، اون باشن، تو مجالس باشن، انتخاب بشن، دیده بشن تو عرصه سیاست. و این کارو محمد رضا شاه انجام داد. و اگر جامعه رو میخواست بر اساس قوانین اسلامی نگه داره، طبق قانون اساسی مشروطه، هنوز ما مشروطه مشروع مونده بودیم، هرگز زن ایرانی نمیتونست این توانمندی ها رو پیدا کنه و نه این همه توسعه اجتماعی ایران به این سرعت گسترش پیدا میکرد. و تأثیرات اون موجب شده که امثال من و شماها، بچه هایی که نسل های بعد از اونا هم داره میای، از مواهب این خدمات اساسی و بنیادین رضا شاه، محمد رضا شاه بزرگ هست که من و شما امروز تونستیم بیان درس بخونیم، بتونیم حرف بزنیم، بتونیم ابراز عقیده کنیم، بتونیم آدمی باشیم برای خودمون در اجتماع، در مثلا عرصه سیاست بتونیم حضوری داشته باشیم، در عرصه اجتماع بتونیم. اینا همش نتیجه کارهای اون دو بزرگواره. و اگر که حکومت آخوندی رو هر زمان شما می‌بینید، هر زمان، یعنی بزرگترین دشمنان
جریان انقلاب شاه و ملت آخوندها بودن و جبهه ملی بود و توده‌ای ها بودن. دقیقاً اینهایی بودن که آمدن اعتراض ها کردن، نمیدونم مردمو تحریک کردن، نمیدونم اومدن شروع کردن مردمو تحریک کردن بریم میدون ژاله وایستیم، بعد یه مش آدمکشی که خودشون دقیقاً این جبهه ملی و نهضت آزادی و گروهای تروریستی آموزششون داده بودن تو فلسطین و لیبی و کوبا و شوروی و چین و کره، آوردن زیر چتر این کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج کشور که اینا اومدن رفتن سینما رکس آتیش زدن واسمون، رفتن نمیدونم ساختمان‌های دولتی رو تو شلوغی‌های 57 آتیش زدن، بعد اومدن رفتن چه کار کردن نمیدونم مردم رو بردن میدون ژاله جمع کردن، از اون برم تکتیر اندازای فلسطینی و تروریستای کنفدراسیونی اومدن رفتن از اونجا شروع کردن به مردم و به سربازای ارتش از رو پشت بوما شلیک کردن، بعد انداختن گردن شانشاه آریامهر و با همدستی این رادیوهای بیگانه مثل همین بی بی سی و بی بی سی لندن و اینا که تظاهرات ایران رو رهبری میکرد اومدن رفتن گفتن حقوق بشر رو زیر پا میذارن و تمامی آشوبا رو شما فکر کنید کیا درست کردن واسه ما؟ در درجه اول همون جبهه ملی مذهبی ها، مصدقی ها و بعدم که این اسلامی ها و بعدم اون توده ای های خائن وطن فروش. و این بود که میگیم بهتون این چیزها از نظر خوندن تاریخ مهمه، برای که ما بدونیم به ما چه رفته و اینها چه به ما کردن و اگر اینها بخوان یک روزی دوباره بیان و قدرتی در دست بگیرن یا اگر که فردای ایران آزاد شد اینا اومدن باز با شعارهای عوام پسند و پر رنگ و لعاب دروغی بخوان مردم به فریب، مردم فراموش نکنن بزرگترین خدمات ایران و شاهان پهلوی کردن که ایرانگرا بودن، که ملی بودن، که ناسیونالیست بودن، که همه هم و غم زندگیشون ساخت ایران و سربلندی مردم ایران بود و کسانی که ما رو به خاک سیاه نشونده همون به اصطلاح روشن فکرهای مذهبی ها بودن و توده ای ها بودن که دیدیم کاملا درسته. امروز هم دارن به شدت یعنی تبلیغات میکنن، رسانه ها رو در اختیار دارن و تمام تریبون ها در اختیار کسانی هستن که میان آزادیایی که ما داشتیم و شاهان پهلوی به ما داده بود، زن ایرانی به ملت ایران و اون همه سرافرازی که ما مردم ایران در زمان شاهان پهلوی داشتیم رو دارن برای ما یواشکی میکنن. اونم چی؟ یه عده که حالا خب 43 سال گذشته از اون زمان، 43 سال نه، خیلی خیلی بیشتر از اون زمان ها گذشته، ولی یه عده خب تحت سنپاشی جمهوری اسلامی تحت تاثیر اون سنپاشی ها قرار گرفتن، چون میدونی هم چه تو نظام آموزشی ما همه چی رو برعکس دارن جلوه میدن، آخونده هر آثار شواهدی رو سعی میکنن از بین ببرن و دروغ هایی که با خورد دانش آموز تا مراحل دانشگاه میدن و الان اون خدمات، اون آزادی ها و اون جایگاه اجتماعی بالا رو زن ایرانی داشته، الان دارن اینا دوباره میان شروع میکنن که آزادی های یواشکی، سریع یواشکی، چهارشنبه قرمز، چهارشنبه آبی، نمیدونم فلان و اینا، جمهوری رو تو پاچه ما بازی های دیگری است که میخوان بر سر این ملت بیارن. بله، من میخوام بگم که ما نباید دوباره فریب بخوریم. این کلاه گشادی که الان سر ماست اینها گذاشتن، پدران اینها گذاشتن، اربابای اینا گذاشتن. ما باید مردم رو تشویق کنیم به اینکه تاریخ بخونن. نمیخواین تاریخ باستان بخونین، تاریخ معاصر رو بخونین، اصلا همین 100 سال اخیر رو بخونین ببینین اینها مصدقی ها، توده ای ها، چپ ها چه بر سر ما آوردن. الان هم اصلاح طلب ها، الان هم صادراتی های جمهوری اسلامی دارن چقدر دارن تبلیغات سو میکنن و چقدر دوباره دارن همه چی رو میخوان برعکس. ما الان داریم تاریخ، هنوز هستن شواهد کسانی که دوران شاهنشاه آریامهر و دوران پهلوی هستن، اینا دارن تاریخ رو برعکس به مردم میگن. شما فکر کنید که ما اگر نه پایین هستیم جلوی اینا خودمون مطالعه نکنیم چه بلایی دوباره به سر ما خواهند آورد. کاملا درسته. امیدوارم که تمام کسانی که اهل پژوهش و تحقیق هستند و دل در گروه ایران دارن همانند شما و دیگر کسانی که واقعا دارن صادقانه و عاشقانه برای ایران تلاش میکنن و تاریخ رو برای مردم ورق میزنن که آقای مردم ببینید چقدر دروغ گفتن به ما در طول این سالها، همه ما بتونیم یه نقش کوچیک داشته باشیم اما در یک آگاهی به یک بیداری بزرگ برای جامعه ایران و ملت ایران. سپاسگزارم از حضورتون. اگر تو وقت پایانی دارید
سپاس از همگی. امیدوار هستم که این برنامه هایی رو که ما آماده میکنیم و روی یوتیوب جنبش رنسانس میذاریم و بیننده های و شنونده های بیشتری ببینن. دوستانتون رو آشنا کنید با این کانال، سابسکرایب کنید کانال یوتیوب جنبش رو که بتونید برنامه های جدیدی که میاد رو ببینید و اینها رو برسونید به دست دوستان آشنایان، معرفی کنید و اجازه بدید که عده بیشتری ببینند و بدانند و آگاه شوند تا ایران و فردای بهتری رو بتونیم بسازیم. سپاس از شما. سپاس از شما. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود.